سرنوشت رؤسای جمهوری در دوران پس از استقلال جمهوری اسلامی در ایران موضوع گزارشی است که همکارم مسعود سفیری تهیه کرده و شرح می‌دهد چگونه بعضی از آنها از طریق تصمیمات پشت پرده از صحنه سیاست کنار گذاشته شدند. ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که دوران ریاستش را به پایان نرساند و کمتر از 2 سال بعد در 30 خرداد ماه 1360 خورشیدی با رأی عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی تحت کنترل حزب جمهوری اسلامی برکنار شد. پس از او نوبت به محمد علی رجایی رسید که در مرداد ماه 1360 برگزیده شد و در 8 شهریور در حادثه بمبگذاری دفتر نخست وزیری کشته شد. علی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی رئیس جمهوری بعدی بود که 2 دوره در این سمت بود و پس از درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 به رهبری برگزیده شد. در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای 4 نفر به ریاست جمهوری رسیدند: هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی. هاشمی رفسنجانی 2 دوره دیگر نیز تلاش کرد تا به این سمت دست یابد. اول در سال 1384 که از محمود احمدی نژاد شکست خورد و سپس در سال 1392 که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شد و دیروز نوبت به محمود احمدی نژاد رسید که صلاحیتش در شورای نگهبان رد شود، رئیس جمهوری که مورد تایید رهبر بود. هرچند رد صلاحیت هر کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مثل آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای احمدی نژاد یا عدم امکان ورود آقای خاتمی به انتخابات با هم دیگه متفاوت هست، اما با اطمینان میشه گفت که متاسفانه ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی به گونه ای هست که میان فرد اول در نظام یعنی رهبر جمهوری اسلامی و نفر دوم که مسئولیت اجرایی رو بر عهده داره همیشه چالشی شکل میگیره که یکی مستظهر هست به آرای عمومی. البته در مورد آقای احمدی نژاد به ویژه در انتخابات 88 مسئله کاملا متفاوت است، اما به هر حال این چالش میان کسی که خودش رو مستظهر میدونه به انتخابات و کسی که بدون انتخابات برگزیده شده و متاسفانه بخش مهمی از قدرت رو در اختیار داره یعنی شخص اول نظام رهبر جمهوری اسلامی، این چالش باعث میشه که متاسفانه همیشه مناقشه به نفع نفر اول نظام توسط شورای نگهبان با تیغ نظارت استصوابی مدیریت بشه و منتهی بشه به رد صلاحیت نامزدهایی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای احمدی نژاد. سید محمد خاتمی هم مدت هاست که از صحنه سیاسی کشور حتی از نظر تصویری هم حذف شده است. مسعود سفیری، صدای آمریکا.